تفاوتی که در لحظه تحویل گرفتن پول ملی ایران حکومت ایجاد کرده تا امروز خلاصه اون چیزی است که میشه به جوانان امروز گفت. یعنی اگر قدرت خرید مردم ایران در 44 سال پیش در حدی بود که واقعا به هر فروشگاه لندن که مسافر ایرانی پا میگذاشت نه تنها خوش آمدگویی رو از زبان فروشنده و عوامل اون واحد صنفی میشنید، به زبان فارسی مینوشتن خوش آمدید، و این نشون میداد که قدرت خرید مردم و ارزش گذرنامه ایرانی در دنیا. مگه میشه؟ مگه امکان داره مردم گوشت نخورن؟ گوشت که نخورن، پرتقال نارنگی 3 کیلو 6 تومن بخورن، چی بخورن آخه؟ بعد روزی 10 تا موز دارن، روزی 10 تا من خونم نارمکه، از نارمک بیام تا اینجا روزی 3 تا کرماشین باشه، روزی چقدر گوشت بگیرن؟ 1 تومن گوشت بگیرن بخورن با 4 نفر 5 نفر. خب همون یه تومن میدن به دوست. نه خیلی نمیدونم چرا یه مرتب گوشت دو برابر کردن. تکلیف مردم چی میشه؟ اون نمیشه. مشتری ها چی میگن؟ من واقعا میگم ملت ایران بدهکاره به پهلوی ها، بدهکاره، و هر دو نوبت در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه بد کرد. راحت بگیم خدا. من واقعا میگم ملت ایران بدهکاره به پهلوی ها، بدهکار، و هر دو نوبت در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه بد کرد. راحت بگیم خودی. من واقعا میگم ملت ایران بدهکار به پهلوی، بدهکار، و هر دو نوبت در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه بد کرد. راحت بگیم خودی. من واقعا میگم ملت ایران بدهکار به پهلوی، بدهکار، و هر دو نوبت در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه بد کرد. راحت بگیم خودی. من واقعا میگم ملت ایران بدهکار به پهلوی، بدهکار، و هر دو نوبت در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه بد کرد. راحت بگیم خودی. تبلیغات کشورهای خارجی در حدی بود که سعی می‌کردند از پادشاه ایران چهره یک مرد مستبد در اندازه‌هایی که امروز علی خامنه‌ای رو در عمل می‌بینیم برای او ترسیم کنند، در حالی که I know you've been frequently questioned about allegations of torture practiced by your secret police, and I must ask you this because it does concern Americans. Could I refer to an article in the Sunday Times, which describes an instrument of torture called the hot table, which is said to be used by Savak, and they say that it's an iron frame covered with wire mesh that's electrically heated like a toaster, and prisoners would be strapped to the table while it was heated until it became red hot. Do you have any comment to make on that? It's terrifying. Is it really something that you will ask in a television interview from a responsible man like me? Yes, I think you're precisely the person I should ask about. It's so rubbish that I'm not even going to bother to answer to you. The article also referred to the trial of an engineer who was tried, and the trial was attended by a couple of French lawyers, and they say that this man showed them the scars
Where? From such a table here in Tehran. Where? The scars, where? On his back and on his chest. You can scratch yourself very easily. No, the lawyers said, alleged. The lawyers, which kind of lawyers? Really, honestly, never heard anything like this. But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of interview. I'm not going to answer to you anymore. Fine, well, perhaps we could go on to something else. No, I'm finished. Oh, please, Your Majesty. I'm finished with you. Don't you think we must ask you this sort of thing? No. Well, can I ask you about your personal sense of mission, which you obviously have? I'm not going to answer to you anymore. You're so used to these questions. Not from... نماز او این بود که پنجره اتاقش رو باز بکنه و ببینه آیا هوا ابریز، آیا در کشورش بارونی میاد. اولین گزارش هایی که میگرفت از دولت، عوامل دولتی این بود که در کدوم منطقه کشور وضعیت بارانی است. نماز او این بود که پنجره اتاقش رو باز بکنه و ببینه آیا هوا ابریز، آیا در کشورش بارونی میاد. اولین گزارش هایی که میگرفت از دولت، عوامل دولتی این بود که در کدوم منطقه کشور وضعیت بارانی است. پاسخ شما این است آقای چالنگی عزیز که تبلیغات منفی، تبلیغات سوء، تبلیغات هدفدار که کشورهای خارجی دنبال می‌کردند، شروع یک جنگ سرد تازه با ابزارهای نوین بود، با ابزارهای رسانه‌ای که الان به قدرت کامل رسیدند. این ابزارها در خدمت عوامل داخلی قرار گرفت. روشنفکرها مردم رو گول زدن با حمایت از این تبلیغات و واقعا چیزی که به عنوان فتنه 57 یاد میکنیم به دست مردم داخل کشور ایران شکل نهایی گرفت. یکی حسادت بود. حسادت. یک مجموعه ای از آمریکایی‌ها از قاهره میمدن با من ایران. وقتی وارد ایران شدن، بعد که دو سه دفعه با هم نشستیم، حیرت میکردم. برادر خانم یکیشون در سفارت آمریکا بود. گفتم ما نمیدونیم چرا ایران اینقدر پیش رفت. یکی حسادت. یک مجموعه از آمریکایی‌ها از قاهره میمدن با من ایران. وقتی وارد ایران شدن، بعد که دو سه دفعه با هم نشستیم، حیرت میکردم. برادر خانم یکیشون در سفارت آمریکا بود. گفتم مانه بود چه ایران اینقدر پیش رفت. و وقتی ایران ایر هواپیما 747 رو تحویل گرفت، اومد به فرودگاه لندن. میگو بچه های بی او ای سی اون زمان، بچه های کالیدونیان التماس میکردن بی چیزی بسه بیا ما توی هواپیما رو بریم. بعد میمدن حیرت میکردن شما یه همچه هواپیمایی دارن. حسادت در خود امریکایی ها. نکته بعدی اوپک. ما خبرنگارای بزرگ امریکایی عاجزانه جواب نمیده مثل بعضی از رهبران. I'm quoting Your Majesty. In a man's life, women count only if they are beautiful, graceful, and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, Your Majesty, you said all these things. Not with the same words, no. Well, the thought, you've never produced a Michelangelo, a Bach, or even a this great cook. This I have said. So you don't feel that women are in that sense equal, that they have the same intelligence or ability? Not so far. Maybe you will become in the future. We can always have some exceptions. Here but, and there. But yes, but on the average, I repeat again, where have you produced the top scientists? Madame Curie. That's one. But we've had a lot of trouble getting ahead, perhaps because of this point of view. Do you feel your wife is one of these rare exceptions? It depends in what sense. Well, do you feel your wife can govern as well as a man? I prefer not answer.
But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife beheads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man. I can't say the reaction that she might eventually have under crisis. These are unanswerable questions. How do you want to... Well, I admire you for your honesty, but what you were really saying is women are nice in their place, nice, pretty creatures. You are a very pretty woman. Say something, Your Majesty. How do you feel when you listen to this? Can I say? You know, it's a... I don't think you really believe that. در هر حال این مصیبت بر ما نازل.